شالوم خدمت کلیه سروران عزیز، امروز دوباره دنباله تورا رو ادامه میدیم که میشه جلسه سوم و حالا میخوایم بریم راجع به آفرینش رو بگیم. هشم اومد و قبل از هر چیزی نور رو آفرید که بتونه در واقع همه چی مشخص بشه، درست مثل یه پادشاهی که میخواد یه قصر درست بکنه، میاد برایش چیکار میکنه وقتی شب میرسه به جایی میخواد درست کنه، نورا رو مشعل میاره، چراغ میاره، همه جا نورانی میکنه که روشن میشه. اشم هم درست مثل یه پادشاهی دون نور آورد، این خورشید نیست، نوره، نور آورد و دنیا رو روشن کرد و کاری که کرد اومد و روز اول زمین و آسمون رو آفرید که البته خب خیلی راجعش میشه صحبت کرد، ولی خب ما فعلا از اینا میگذاریم چون میخواییم بریم دنباله ای تو. روز دوم که میشه هشم در واقع آبا رو میآفرینه و آبا قد زیاد بوده روی زمین که تمام زمین رو پر تا پر آب میکنه. وقتی که هشم میبینه قد آب رو زمینه، چیکار میکنه؟ میاد تا آب رو نصف میکنه، نصفشو میبره بالای آسمون، نصفشو رو زمین نگه میداره که به آبای بالای ما میگیم چی؟ شمعی، یعنی آبهای بالایی، شما این آبای بالایی، او آسمون آبایی که میبره بالا میگن شما ای آبای بالایی و آبای پایینی. میخوام اینو بدونید چون بعدم برمیگردم راجبش توضیح میده، خیلی مهمه. حالا در روز سوم که میشه هشم چیکار میکنه؟ وقتی که حالا آبای پایینی رو میآفرینه، باز آبا خیلی زیاد بوده، یعنی وقتی که نصفش میکنه، نصفش میبره بالا میکنه توی شمعی، نصف پایینی رو که نگه میداره، با وجودی که نصفش نگه میداره پایین، اقد آبو زیاد بوده که تمام دنیا رو پر میکنه. هشم برای هر چیزی که میآفرینه یه فرشته هم میآفرینه. اینو قبلا وقتی که داشتم تو نویم براتون میگفتم توضیح دادم. خب هر چیزی یه فرشته خودش داره، درست مثل هر انسانی که یه فرشته ای داره، هر چیزی هم فرشته خودش داره. مثلا هر گیاهی فرشته خودش داره، هر درختی فرشته خودش داره، از قدرت فهم ما خارجه که چرا جوری، نگید برای چی چی. خب و برای که مثلا
تو اون توضیح قبلا دادم ولی خب دوباره هم میدم. معنی نه. مثلا فهمیدین میگه خورشید بلند میشه میره شکایت میکنه پیشم. ما بلند میشه میره شکایت میکنه که حالا بعدا براتون میگه. خود ما او که نه نه نمیشه بره اونجا شکایت کنه. منظور فرشته بود که میره شکایت میکنه. درست مثل زمانی که یعقوب اوینو با فرشته عیسی دعواش میشه. وقت بهش رسیدیم تو از توضیح من میده گرش میشه با فرشته و دعواش میشه که بعد نه یعقوب اوینو پشت فرشته رو میزنه زمین و ازش برخوا میگیره. وقت رسیدیم بهش من خوب براتون بازش میکنم. خب اینجا نشون میده وقتی که یعقوب با فرشته عیسی دعواش میشه که هر کسی یه فرشته ایده من و شما هم داریم. همین داره. درخت ها و گیاه هم داره. بعدن کل همه این هم یه فرشته ای داره. حالا وقتی که آبا روی زمین پر میکنه عشم رو میکنه به فرشته ی آبا میگه یا باد جمع کن. همه جا ریختی آبا و خشکی پیدا نیست. این چه وضعشه؟ فرشته او دعوا میکنه. فرشته او رو میکنه به عشه. یه خدا. عشه. تو یه همه آب گذاشتی. زمینم نسبت به یه همه آب کوچیکه. میگی من چیکارش بکنم؟ چجور جمع و جورش کنم؟ این همه آب ریختی تو رو زمین کجا بیزارمش؟ رو سرم بیزارم. هشم وقتی که اینو میفهمه از فرشته بود خب خودش میاد و فشار میده به آبا. ای آبا فشار میده و آبا رو جمع و جور میکنه و خشکی ها رو میکشه بیرون. میگه این جوری نگرشون دار هر وقت قشن میکنه بفرشته بود. میبینی من چی کار کردم آبا؟ فرشته بود میگه قربان خالق من پادشاه دنیا قدرت من که قدر قدرت تو نیست شوخیت گرفته. من چی جوری جونم گرشتنه. وقتی که فرشته او دوباره میاد میگه من نمیتونم مثل تو این کار رو نگه دارم. هشم میاد چی کار میکنه؟ اسم اعظم خودشو روی تخت سنگی روی سنگی که ما نمیدونیم چیه میتونه زمرد باشه میتونه الماس باشه میتونه یه سنگ مخصوصی باشه یه روی تخت سنگ میمیسه اسم خودشو و میندازه تو دریا و این سنگو که اسم هشم خودش روش نوشته بوده وقتی که میره تای دریا میچسبه میچینه باعث میشه که تمام آبای دنیا دیگه از جورن نکنن سرشون از تو دریا بکنن میرو و تو همون دریا میمونن و رودخونه ها و دریاچه ها و اوزچه ها همه چی جمع و جور میشن و خشکی پیدا میشن میبخشید و خشکی سرشو از زمین از تو دم آبا در میاره. بعد از که اینجور ماجرایی میشه که آبا خیلی تحت فشار بوده یک تخت سنگو یه اسم اعظمشه همینجور تای دریا بوده و بوده و بوده تا وقتی که طوفان نوح که میادش در واقع هشم میاد
و یه اسم اعظمش رو از ته دریا میکشه بیرون و میبره. تایی تخت سنگو، یعنی که سنگو که اسمش روش بوده، از دریا خارج میشه، تمام آبای دنیا از هم وا میشن. هر واقع اسمش این قدرت رو داشته که آبا رو جمع میکن. وقتی اسمش از تو دریا خارج میشه، آبا از هم وا میشن و تمام دنیا رو دوباره پر میکنه، که بعد از که دوباره طوفان نوح میخوابه، اشم دوباره یه تخت سنگو که اسمش هم روش بوده دوباره پس دوباره میندازتش تو دریا، دوباره آبا جمع میشه. خب و در واقع یا با رو زمین یا تو دریا اینجوری میمونه. حالا میمونه قسمت آب بالایی که ما بهش میگیم شمعی. شمعی من قبلا براتون توضیح دادم، ولی خب دوباره منم الان میگم اینجا. شمعی در واقع چی؟ آب بالایی. یعنی چه؟ خیلی جالبه که بدونید ما در واقع از نظر سین و از نظر همه چیم معتقدی که آب از ابر میاد، ولی یه گوشه کناری اینو من به تو میگم، از نظر سین سم یه دانشمندی اینو تایید کرد، یه دانشمندی آمریکایی چندین سال پیش گفته که هر چند که ما وقتی که آسمون ابری میشه میبینیم بارون میاد و فکر میکنیم باعث بارون میشه، ولی بارون از ابر نیست. وقتی از دانشمندو پرسیدن تو داری میگی بارون نظر نیست پس از کجا میاد، دانشمندو در اومده گفته من نمیدونم از کجا میاد. درست که ما هممو فکر میکنیم ابر از بارون میاد، ابر در واقع نشانه بارونه، ولی بارون از ابر نیست. البته من مسخرش کردم، اشپوش دادم، حرف بده بیدار رو ازن گفتن دیانش من دو دیونش، ولی در واقع چجور کار میکنه؟ ابر در واقع مثل یه پردهیه که جلو شمعی میگیره، به زبونی کسی نمیدونه که از دید ما خارجه، فهم ما هم خارج. در واقع اون شمعیمه که دوباره بهشو میرسه رو ما. چه جور کار میکنه؟ والا از قدرت فهم منم خارجه. من خودم هم مثل شما، من آب بارم نیست. شما فکر نکنید من چیزی بلدم، من از کتابو باز کردم تو رو باز کردم از روش میخونم، چیزی من بارم نیست. من هیچی بیشتر از شما نمیدونم. والا بلا من قد خاکی کفایش کنم از این ربای تو به سر روشنایی نمیشه. بی خودی فکر نکنید من یه چیزی هم. من کتاب باز میکنم میخونم. خیلی معذرت میخوام، ببخشید تو این نباش بکس. من هم مثل معلم های تو مدرسه، دیدی معلم های تو مدرسه کتابو باز میکنه میخونه، برای بچه ها توضیح میده، حالا از خودش هم برید امتحان بکنید شاید خودش دهم نگیره. من هم چیز بیشتری نیستم. فکر نکنین یه ربوی گنده، من از روی راستش میبخشید تو رک بهتون، از ایش کیش که آزه نشدید کارو بکنه خودم میکنه، ولی من کسو آدم هرچی هم بهم بگید تقیتونه راست میگید، من خودم دارم میگم هرچی بهم بگید راست میگید، دروغ نمیگید. خوبه؟ بدونید
بیشتر از نمیفهمم، خودم هم نمیفهمم، دروغ نمیخوام بهتون بگم. حالا هر کنتونم الان فهمید نمیخوای گوش کنید هم نکنی. من از رو دروغ میخونم میرم جلو، چیزی بیشتری بلد نیستم. میبخشید من یه خود رو کم مدونید، هرچی خوندم به شما میگم، هرچی هم خواهید بهم بگید قبولتون دارم، حق دارید. روک راست نمیدونم، خوشتون میاد بدتون میاد. یه خب بچه رو گوش میکنی والله نمیدونم، من خودم هم نمیدونم چه شما به من گوش میکنی. شاید آدم های خوشقلب مهربونی هستی، فکر میکنی من یه چیز بردم. به هر صورت بارون حالا آس آبای بالایی و از آبای پایینی رو ازم جدا میکنه. حالا میرسیم به روزه روز سوم که میشه هشم گیاه رو میآفرینه. درخت ها و گیاه ها و همه چی میآفرینه. برای چی؟ هشم میگه من ببینید اینجا من میخوام فقط لطف هشم به شما بگم. قلب هشم ها خوش قلبی هشم من برای کنم شما میخوام فقط توضیح بده. توی روز سوم که هشم گیاه رو میفهم درست میکنه، خب ببینیم چقدر قلبی هشم خوبه. فقط رحم هشم و قلب خوب هشم اونشون میان میگه من باید یه گیاهان و درخت هایی درست بکنم که وقتی مهمون من آدم میاتش روش توی دنیا و زندگی میکنه، از این درخت ها و گیاهای من که میخوره لذت خوشش بیاد. به یه عجب خوراکای خوشمزه یا چه خوراکای خوشمزه، با خوراکای که درست کرده هشم. ببینید چی فکر کرده، چقدر فکر میکنه برای ما فکر کرده. فکرش بکنید، هیچ وقت فکر کردید زعفرون برامون آفرید بزنیم به برنجمون خوشبو بشه و خوشمزه بشه، فلفل و نمک و تمام اسپایس ها به فارسیش هم یادم رفت ادویا، تمام این ادویا میبینید اگه یکیش نباشه که به خوراکتون بزنید یه چی بود درست کردی؟ یه هم مزوتون در خوراکو برو بیشین خودت بخور. یه میده تو رسون عجب خوراکی درست کرده، نه مزه داشت نه تو پول دادیم و به خود اومدیم تو خونمون. اگه درست میکردیم، اگه اسپایس نباشه ادویه نباشه، خب خودمونم همینجور درست میکردیم و مزه تو هم نداشت. میخوری به 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 عجب خوراکی درست کرده بود. خوبه هفته دو روز ما بریم حداقل توی رسون. یا مثلا خانمتون خوراکو درست میکنه، خانم دست در قربون دست عجب آشپز خوبی هستی ها، به 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 چه خوراکی درست بابا. اگه یدویا و اسپایسا هشم درست نکرده بود چه جو خوراکو ما میخوردیم که بتونیم میگیم خوشمزه؟ همش مزه هم میدن عجب میوای خوب خوشمزه خریدی ها، یکی از یکی خوشمزه درسته. اگه هشم میوه درست نکرده بود چجور میتونستی بگی چه میوه خوبیه؟ چجور خوراکای خوشمزه؟ مار میبخشه خیلی معذرم، مارم از پس هر روز کباب خوردم ها. با خانم یه خوراک جدید درست کن. اگه هر روز یه نوع خوراک بخورید باور کنید توی یه سال همه خوراک ها خوردید و هنوز هم خوراک مونده. چرا؟ چون همیشه اینقدر ما دوست داره و که انواع و اقسام مختلف گیاه ها و نباتات و درخت ها و میوه ها و اسپایس ها و ادویه ها
ادویجات و هر چی بگید آفریده، که ما نتونیم که وقتی میخوایم خوراک بخوریم لذت ببریم. شما همیشه بگیم که آشپزو درست کرده، در میگفتی دستش درده خانمت، معذرم هم قصد توهین به خانمها ندارم، البته که دست پخت خانمها خیلی مهمه، ولی منظورم اینه که اگه شم ای ادویه ها و ای خونه و خوراکی ها در دست رسه شما خانم ای عزیز نگذاشته بود، میتونستید خوراکی ها درست کنید؟ نه. پس در واقع اولین کسی که ما باید همیشه ازش تشکر کنیم به خاطر یم خوراکی های خوشمزه ایرانی هشم، که انواع و اقسام حبوبات و ادویجات و نخنیوجات مختلف و که باور کن شما تو ایران نصفش هم هنوز نخوردی، من توی امریکا هستم یک کلی میوه میرم که تا حالا تو عمرم ندیدم، همینجور هم میارن، هر روز هم یه نوع جدیدش میارن، متوجه؟ این همین چیزها گذاشته. کی آفریده؟ هشم میافره. میگه چی؟ میگه خوبه، من انواع و اقسام ایو خوراکات و بوبات و اسپیس ها درست کنم که فردا که بچه های من میخوام بیان توی دنیا و خوراک بخورن بتونن از انواع و اقسام مواد غذایی ها که میخورن بخورن و لذت ببرن. به خاطر همین روز سوم که این میوه و سبزیجات و حبوبات و همه اینا درست میکنه فقط به خاطر عشقش به ما انسان ها بود. معذرت میخوام خیلی میبینیم بحثی جسارت نباشه، برای ایوان ها که ای درست نکرده بوده، تا حالا دیدید یه ایوانی بیاد ادویه بزنه به خوراکش بخوره لج بگیر، من این کاو دوست ندارم، میخوام از این فرد جو بخورم. هرچی بهش بدن میخوره و دیکش هم درنه. پس برای ما فرد و اینجا هستش که ما باید واقعا واقعیتا هر دفعه که یه لقمه غذایی میخوریم، مخصوصا یه لقمه غذای خوشمزه، یه لقمه که نه یه پشکاویش میخوری حدق سیر میشی، بگیم به خاطره میکنه، باید بگیم تنکیو هشم، متشکریم هشم، برای خواهی جلوش بگیم، برای خواهی آخرش بگیم، چون این همه لطف کرده به ما. درست مثل که رفتی توی خونه دم برای لان، برای نهار، برای شام دعوتتون کرد، چقدر تشکر میکنید برای اصحابونه؟ ده دفعه از اولش تا آخرش ده دفعه تشکر. حقیقتنش ما نباید تشکر کنیم ازشه که یه خوراک های لذیذ رو برای ما گذاشته، یه انواع و اقسام خوراک ها برای ما آفرید که ما تهیهش کنیم و بخونیم و لذتش ببریم. اینجا نشونه عشق هشم به ماست و جا داره که ما همیشه پس در خاتمه غذا و اول غذامون و آخر غذامون ازش تشکر کنیم با برخواهی که میگیم، به خاطر یک که میگن برای خواهی غذا گفتن مهم. به خاطر همی هستش که میگن اگه برای خواهی غذا نگید این دوزی کردنه. چرا؟ این همه زحمت کشیده برای ما آفریده، وقت ما بگیم پشتمون را کنیم بریم بخوریم و پشتمون را کنیم و بریم، یه من یه همه چیز درست کنم ارزشی یه تشکری نداشتم برای شما.
بگذاریم. خب روز چهارم که میشه هشم میگه خب ما احتیاج داریم، بچه های من احتیاج داره به روز و شب. یا چکار میکنه؟ خورشید و ماه و میآفرینه با ستارگان. تمام ستاره و خورشید و ماه و میآفرینه روز چهارم. و به خورشید میگه تو روز رو روشن کن، و به ما و ستارگان میگه شما هم برای شب روشن باشید. باید شب یه خورده تاریک باشه. ببینید باز عشق هشم به ما، اینجا هم باز عشق هشم به ماست. میگه چی؟ میگه باید شب تاریک باشه که بچه های من بتونن شب بخوابن و استراحت کنن. ببینید چقدر ما دوست داری یشم، چقدر که میگه باید شب تاریک بشه که اینا بتونن بخوابن. درست میبخشید بخشش هم نمیخواد مثل در نظر بگیرید، اما تون خب پدر مادرید و بچه کوچیک دارید، به هر صورت داشتید بچه میرفت تو تخون میخواستید خوابش کنید، درسته؟ به بچه میکردیدش تو تاقش شب که میشو وای میستدی کنار تخت و چراغو هم خاموش میشدی. بچه هم میگو نه بابا ما میگه چراغو روشن، گفتی نه شبه، حالا شبه من باید چراغو تو خاموش کنی که بتونی بخوابی، درسته؟ یه بچه رو تو مور رو مور تو هار تو لیوینگ روم توی اتاق تو اتاق میخوابی، چراغش اتاقو خاموش میکرد، اتاق خوابش یواشکی میبردیش میخوابوندی، چرا چراغو خاموش میکرد؟ گفتی چرا اتاقش خاموش باشه تاریک باشه تا راحت امشب تا صبح به سلامتی بخوابی بچه، درسته؟ ببین عجبه میکنه برای ما. میگه باید شب باشه و تاریک باشه که اینا راحت بخواب. میخوام به شما بگم عشقشه نسبت به ما. حالا بکتون میخوام با پرس عشمی که قد ما دوست داره که یه همه کارا برای ما که میکنه کرده داره میکنه، چون اگه نکنه دنیا اون نابود میشه، هر روز داره میکنه. حقیقتنش فکر نمی کنید خوبه ما هم یه قدم بریم به طرفش، یه قدم خیلی همین یه شروع که بیشتر گوش کنید یه قدم، یه تشکر ساده که ازش می کنید یه قدم، یه برای خواهی که میگید یه قدم. قدم که بلند شدن و راه رفتن نیست، دلشم خوشحال کردنه. همه قد که بدون ما بچهاش، ما بچهاشیم، همه قد که بدون ما بچهاش دوستش داریم، بهش ثابت کنیم دوستش داریم، بهش هم میاد میدیم یه قدم. چیز زیادی در واقعشم از ما نمیخواد، عشقمونو میخواد، لطفمونو میخواد، محبتمون میخواد، احترام به همدیگه رو میخواد. هشم همه چی برای ما میخواد، ما چی برای هشم میخواد. وقتی فکرش بکنید تو واقعا آدم خجالت میکشه، اما از خودش اما ازش. تو را درس زندگیه،
درس رابطه است، درس عشق به عمدیک است و عشق به هشم. هشم داره به تو را به ما میگه قد من شما دوست دارم. میبینی هر چیش من دارم میخونم داره میگه چقدر ما دوست دارم. این دنیا برای کی آفریده؟ برای ما. توی یه سال گذشته که من همش شیور دادم، همش به شما ثابت کردم که هر چی میگه تو تو رو هشم میگه، داره میگه به ما، به ما داره میگه من دوستتون دارم. همه تون شاهدید، همه تون شاهدید که هر جاش رسیدی من بهتون گفتم میبینی داره هشم به ما میگه دوستمون داره. خب ما هم باید بهش بگیم دوستت داریم یا نه. اگه بچه‌تون بهتون میگه آی لاو یو، شما بهش ده نمیاد بگید آی لاو یو. والا میگید. چطوره چشم بهمون میگه آی لاو یو؟ ما زورمون میاد بهشم بگیم آی لاو یو. بگذاریم. خب، حالا روز چهارم خورشید و ماه و میآفرینه. اینجا مجبورم تمومش کنم. میدونید چرا؟ چون اینجا باید داستان خورشید ما رو براتون میگم. یه داستان و هم یه ده دقیقه طول میکشه. من هم نشون میدی که تا حالا 32 دقیقه براتون حرف زدم. اگه بیشتر بشه خیلی آگوش نمیکنه. بس باقی اینو تا خورشید ما رو حالا گفتم داستان خورشید ما رو دفعه بعد با داستان خورشید ما من شروع میکنم، چون داستان اون مهیجه. ما جای کار نداریم بریم. داستانم داستانش هم نیست، تو راست. میخوایم تو را یاد بگیریم، پس شب دیگه دنباله تو را یاد گرفتنمون رو ادامه میدیم. شب و روزتون بخیر. خدایا رو یاوره.